فصل دوم، زندگی نامه امام حسین رضی الله تعالی عنه. آن مهر برای چه و این کین از چه رو بود؟ پاسخ این پرسش در دل و در اندیشه مردم آن زمان نقش بسته بود. این مهر و کین هنوز تر و تازه بود. تسلیم فراموشی و گذشت زمان نشده بود. بس صورت تاریخ در نیامده بود. پیش آمدهای بعدی نیز آنها را زنده و سرسبز نگاه داشته بود. زیاد پسر پدرش علاوه بر چندین حکومتی که داشت، حکم ولایت کوفه را نیز از معاویه گرفت و از بصره به این شهر آمده بود. معاویه برای ریشه‌کن ساختن نهضت انقلابی که در آن شهر ریشه دوانده بود، شخص خوبی را برگزیده بود. ریشه این نهضت و انقلاب ایمان مردم به درستکاری و تقوای علی و دسیسه بازی معاویه بود. از خداپرستی اولی و سودجویی دومی آبیاری شده بود. در تاریکی محیط حکومت معاویه و شک و شبهه‌ای که نسبت به کارهای او بر دلها نشسته بود، فروغی از پرهیزگاری و دادگستری علی بر اندیشه های مردم تابیده بود و دایره اون این نور گسترش یافته بود. روز به روز پیروان علی که پیروان این نور بودند افزوده می شد. زیاد برای کشتن همین احساسات و خفه کردن همین انقلاب که در هنوز شعله هایش دیده نمی شد و برای دستگیری گروه هواداران علی علیه السلام از بصره به کوفه آمده بود. عصر همان روز پس از ورودش جارچی در خیابان‌های کوفه ورود حاکم جدید را با آب و تاب به آگاهی مردم رسانید. همه طبقات را دعوت کرد که فردا بعد از ظهر در همان مسجد بزرگ کوفه گرد آیند و با گفته های زیاد والی جدید گوش دهند. گفتند که او می خواهد با مردم به ویژه با مخالفان معاویه اتمام حجت کند. عکس العمل فریاد این جارچی چه بود؟ آتش خشمی بود که از دلها و از اندیشه های مردم و دشمنی با او و معاویه شعله‌ور شده بود و آنچه از کارهای گذشته این دو تن به یاد همه مانده بود و در سینه ها فشار آورده بود، با گستاخی بر زبان پیروان زن و مرد آمد. مردم چنین می گفتند: اکنون معاویه فریبکار فرزند سمیه برای تهدید ما فرستاده. این مردی که برادر نامشروع معاویه است می خواهد جانشین مغیره و عبدالله بشود و بر ما فرمان براند. و دیگر می گفت: بر همه آشکار است که سمیه نه زن ابو سفیان بود و نه، یعنی مملوکه اش، و این پسر معلوم نیست چگونه زاده شدن. با حکومت چنین شخص نااصل را نمیتوانیم بپذیریم. دیگر می گفت: اگر مردم ولایت های بصره، مشرق، سجستان، فارس، سند و هند در حکومت او
و برابر تجاوزات خشونتهای او بردباری نشان دهند، ما چنین نخواهیم کرد. هرچه فشار او بر مردم بیشتر شود، ایمان و توجه مردم به امام علی، امیر مؤمنان و پیشوای پرهیزگاران افزوده خواهد شد. مردم درباره زیاد بدین سان سخنان تند به زبان می راندند، اما درباره سعد به نیکی یاد می کردند و نقوش برجسته و خوب از او در دل و اندیشه خود داشتند. از کارهای گذشته او بسیار می گفتند و می گفتند که جوان 19 ساله بود، اسلام را پذیرفت و با مادرش آن روز که اسلام آورد چه استادگی فراموش نشدنی داد و با واسطه صمیمیت و صداقتش از پیروان و اصحاب خاص پیامبر به شمار آمد. پیغمبر وعده بهشت را به او داد و او در جنگ های بدر و احد و دیگر نبردها جانبازی کرد و دلاوری و ایمان و ایمان بیمانند نشان داد و از همه مهمتر آن که همو بود که در سال 14 هجری بزرگترین پیروزی را در قادسیه نصیب پیامبر اسلام کرد. جنگ قادسیه 2 سال بعد از جنگ حیره بود و سعد جانشین خالد شده بود و این 2 سردار و این 2 سپاه 2 بار در سال 12 و سال 14 هجری سپاهیان بزرگترین امپراتوری های جهان را در هم شکسته بودند. خالد حیره و اطراف فرات را فتح کرد. سعد سپاه ایران را در قادسیه در هم شکست. او بود که مداین پایتخت شاهنشاهی را اشغال کرد. نخستین نماز جماعت را او با سپاه خود در کاخ طاق کسرا که روشنایی آیین زرتشت در آن می درخشید و جا آورد و همو بود که سلطه و غلبه قوم کوچک را بر شاهنشاهی بزرگ تأمین کرد. سلطه و غلبه ای که آثارش تا به امروز بر عقول و مدارک مردم این کشور ثابت و پایدار مانده. گروه اندکی از مسلمانان که همه افراد زن و مرد آنها به 1500 تن نمی رسید در برابر یک کشور پهناوری که میلیون ها و میلیون ها نفوس داشت، یک مشت افراد بیابانی و دور از دانش و هنر روبروی یک ملت بزرگ با فرهنگ که پایه‌های تمدن او در اعماق قرن‌ها فرو رفته بود، یک اردوی ورزیده و مجهز که در بزرگترین نبردهای زمانه پیروز گردیده بود و سپاهیان آن به گوشه‌های جهان رفت و تا سالا و تا سال امین و دروازه های یونان رسیدند. در برابر گروهی بسیار اندک عرب بیابانی که نخستین بار در حیات خود به جنگ با کشورهای بزرگ پرداخته بود و چنان پیروزی نائل آمد که قرنها آثار آن به جا ماند و صورت رمز و معمای تاریخ را به خود گرفت. همین شگفتی ها ما را بر آن می دارد که اندکی در اینجا مکس کنیم و به سرعت به دنبال داستان خود نرویم، مکس کنیم و خاکسترهای سرد و فشرده شده زمانه را که به شکل تاریخ منجمد و متحجر گشته نرم سازیم.
و با سر انگشتان خود زیر و رو کنیم، ببینیم که این پیش آمدهای مرموز چگونه روی داد و این شکستهای تصورناپذیر از یک سو و پیروزهای درخشان مشت از مردم بیابانی دور از دانش و تمدن بر نیروی عظیم و کوه پیکر ایران از سوی دیگر چه سان و چگونه صورت گرفت؟ آیا این ملت ایران بود که دچار چنان شکست افتضاح آور گردید؟ یا فساد حکومت وقت و زمامداران آن بود؟ به یقین دومی بود و وظیفه هر ایرانی راستگو و آزاده همین است که مردم ایران و نام و شهرت درخشان این ملت بزرگ را قربانی کارهای ناپسند و غفلت‌های حکومت‌های پوسیده آن نکنند. تاریخ کشور ما معید و پشتیبان همین حقیقت است که همه شکست‌های ایران ناشی از فساد اداره و غفلت‌های زمامداران آن بوده و همه پیروزی‌ها و افتخارات در هن، در هنر و در زندگی اثر نبوغ ملت ایران بود و محصول کار آنها. در جریان این یک ماه پیشامدهای شگرف در ایران روی داد. تغییرات بزرگ و دستگیرهای فراوان و توطئه‌های خون آلود پدید آمد. ریشه این پیشامدها در ستمگریها و دستبردها و خودکامگیهای سالهای پیش از آن بود. هیچ پیشامد مهم و هیچ توطئه و دگرگونی اساسی در شکل و طرز حکومت روی نمی دهد، مگر ریشه های آن از پیش در اجتماع آن نیرو گرفته باشد. سالهای 12 و 13 و 14 هجری که پردردترین و مصیبت خیزترین سالهای عمر کشور ایران به شمار می آید، زاده سالهای پیش از آن بود. در سال 615 یعنی تقریبا 20 سال پیش از آن، تاریخی که پیشامدهای تلخ و فاجعه های دردناک و شکست های تصور نشدنی برای ایران زمین روی دهد. خسرو دوم فرمانروای ایران بود. قدرت و شوکت ظاهری این پادشاه به اوج خود رسیده بود. سپاه ایران در آسیای صغیر پیروزی های به دست آورد. انطاکیه و دمشق و اورشلیم را تصرف کرد و دار مقدس مسیح را از آنجا با تسفون برد. اسکندریه و سرزمین‌های دیگر را نیز که از زمان هخامنشیان از دست ایران بیرون آمده بود اشغال کرد. همه این پیروزها نتیجه جانبازی سربازان ایران و خردمندی و آزمودگی دو سردار بزرگ بود که یکی شاهین نام داشت و دیگر فروزان. این دو فرمانده توانای سپاه ایران، یکی در آسیای صغیر فتوحات بزرگ کرد و دیگر قسطنطنیه را گرفت و بیرق ایران را در
کرانه های دریای مرمره با هند به احتزاز در آورد. هنگامی که این سردار بزرگ به پایتخت ایران بازگشت و مردم ایران استقبال عظیم از او کرد، پرده از مهر و دلبستگی مردم که بهترین پاداش یک خدمتگزار است برداشته شد. این دلبستگی همگانی مردم به سردار بزرگشان رشک را که میوه تلخ آن خشم و کین دوزی است در دل خسرو برانگیخت. این کینه توزی روز به روز بالا گرفت و سهمناکتر شد تا آنجا که روز مردم آگاه شدند که آن سردار نام را به طرز فجیح و ناجوانمردانه کشتند. این رویه زشت و پلید حکومت‌های قدیم بود و بدبختانه این گونه نابود کردن مردان برجسته و بلند آوازه و محبوب ایران در بیشتر دورانهای انحطاط دیده شده است. همین که مهر سردار برجسته و بزرگ زبانزد همه می شده است و دل همگان را به سوی خود می کشیده است، به زودی وسیله نابودیش را فراهم می کردند تا نام او را در تاریکی و فراموشی فرو کنند و تنها نام یک تن را به زبان نگاه دارند. به گفته تاریخ نویسان، ایران خسرو و مردمان را وادار می کرد که او را چنین خوانند: انسان جاودان میان خدایان و خدای بسیار توانا در میان آدمیان، دارای آوازه بلند شهریار که با خورشید می دمد و دیدگان خود را به شب می دهد. و همین ستایش های دروغین نفرت آور شکست و انقراض سلسله ساسانی را فراهم آورد. این تنها خسرو و دوم نبود که بد انسان خود را به پایه خدایان و ملت خود را به پایه سفلگان و فرومایگان می رسانید، بلکه شاپور اول نیز خود را بد انسان می نامید. شاپور یزدانی و صمد آنی شاهنشاه ایران و ایرانیان از رده خدایان و در نامه‌ای که به کنستانس امپراتوری نوشته بود این عبارات را درباره خود گفته بود: یار ستارگان، برادر آفتاب ما، مرد خوب و ستودنی و نیکوکار، کسی که بلندی و بزرگواریش از روی گرده بلندی و بزرگواری خدایان ساخته است. با همه اینها خسرو دوم در جنگ بهرام چوبینه خود به میدان کارزار گام نهاد، چنانچه در 628 میلادی در برابر قیصری که لشکر بین النهرین کشید و کاخ شاهنشاه ایران را دستگیر و آماده محاصره تیزفون شد. خسرو از پایتخت بیرون جست و خود را به پناهگاه رسانید.
و چیزی نگذشته بود که در ایران از نو شورش شد و خسرو به هنگام این شورش درگذشت. مردم ایران درباره اش چنین می گفتند: تدبیر او به صورت تزویر بود و منجر به قتل بزرگانی می شد که وجودشان را مزنه خطر برای شخص خود می شمرد. و باز می گفت: بخت و اقبال او را متکبر و مغرور کرد، خودخواهی و آزمندی او به نهایت رسید. او مردمان را ناچیز می شمرد و خوار می داشت، آنچه را که هیچ خردمند خوار نمی دارد. در جرم و عصیان به خدا کار را به جای رسانید که به سر نگهبان ویژه خود رازان فروخ روز فرمان داد تا همه زندانیان را که شمارشان به 36,000 تن می رسید هلاک کند. رازان در اجرای این کار تعلل ورزید و در حضور خسرو عذرها آورد. بدگمانی او به پایه‌ای رسید که حتی خدمتگزاران با وفای او هم از زهر بدگمانی او بی بهره نماندند. تاریخ نویسان می نویسند که با گفته یک ستاره شناس و غیبگو و غیبگوی درباری نسبت به یکی خوشبین و به دیگر بدبین می شد. روزی با او گفتند که مرگش از سوی مردان شاه فرمانروای نیرومند ایرانی خواهد بود. از این رو در صدد کشتن وی برآمد، اما چون خدمات او در برابر چشم همه مردمان می درخشید، تنها به بریدن دست او اکتفا کرد تا نتواند در خدمات عالی کشوری بماند. چون این کار ستمگرانه را انجام داد، خواست با دادن مال بسیار او را راضی نگاه دارد. اما مردان شاه پاسخ داد: بهتر است سرم را از تن جدا کنی، زیرا زندگی من در این وضع شرم آور بارها از مرگ سخت‌تر است. همچنین رفتار او و یزدین که از بزرگترین خزانداران او بود و هر بامداد هزاران سکه زر به خزانه می فرستاد، همو بود که تکه از دار عیسی را با اشیای گرانبهای دیگر به تیسفون فرستاد. و نیز همون نعمان سوم پادشاه حیره را از فرمان روایی برکنار کرد و به زندان انداخت و امارت او را از دودمان لخم باز گرفت و به ایاس تاعی داد و یک بازرسی ایرانی را بر او گماشت که منجر به آن شکست های سپاه ایران در برابر خالد و سعد گردید. یکی از کارهای دیگر ستمگرانه و دیوانوار او رفتارش با بزرگ مهر معروف بود که در دربار انوشیروان 13 سال خدمت کرد و باعث حسن و شهرت او شد تا سرانجام به زندانش افکند و این نامه را در زندان به او فرستاد. بهره دانش و خردمندی تو این شد که تو را کشتنی ساخت. بزرگمهر در پاسخ چنین نوشت: تا بخت یار من بود از خرد خود بهره می بردم، اکنون که نیست از شکیبایی خود بهرمند می شوم. اگر نیکوکاری بسیار از دست من رفته، از بدکاری های بسیار نیز آسوده شدم.
اگر منصب وزارت از من سلب شده است، رنج ستمگاری آن نیز با آوازهای بی پایه از من دست کشیده، پس مرا چه باک است؟ تا این نامه به دست خسرو رسید، فرمان داد بینی و لبهای بزرگمهر را ببرند. هنگام که این فرمان را به او گفتند، پاسخ داد آره، لبهای من سزاوار بیش از این است. خسرو گفت از چه رو؟ بزرگمهر پاسخ داد از آن رو که نزد خاص و عام ترا به صفات ستودم که دارای آن نبودی و دلهای رمیده را روبتو نمودم و خوبی های از تو بخش کردم که نهاد و طبیعت تو بر آن نبود. ای بدکارترین خسروان، با آنکه یقین بر پاکی و نیکی دین من داشتی، مرا به گمان بد میخواهی بکشی، پس که را به دادگری تو امید تواند بود؟ و به گفته تو دل تواند بست. خسرو پرویز از این سخنان بسیار خشمگین شد و فرمان داد بزرگمهر را گردن زنند. اینها اندکی از ستمگاری کسانی بود که مایه ننگ ایران بودند. باز راجع به همین خسرو نوشتند. وزیرش به او گفت فلان فرمان روا را به درگاه خواندیم و تعلل ورزید. فرمان داد اگر برای او دشوار است با تن خود نزد ما آید، ما به جزی از تن او اکتفا میکنیم تا کار سفر بر او آسان شود. بگوید تنها سر او را به درگاه ما بفرستند. خسرو حتی نسبت به آن کسانی که تاج و تختش در گروه خدمات آنها بود، این گونه ناسپاسی ها کرد. نسبت به شهرواز فرمانده سراسر سپاه ایران، در برابر لشکر روم چنان بدرفتاری و کینه توزی کرد که وی را اندیشناک نمود و به قیس پیوست و راه را برای رومیان باز کرد و سپاه او تا به نهروان پیش آمد. صفات بارز و برجستهش این بود که کینه دوزی درون پوشی، ترس و بزدلی و حرزداری، زیورجویی و بزرگنمایی شخصی روی هم رفته، خوی و رفتار نداشته که مهر و اطمینان کسی را به خود جلب کند. با این خودستایی ها و زیاده روی ها در بیوفایی و نمک نشناسی در زندگی درونی، در دلبستگی به هوا و هوس نیز آوازه ها داشت. گویند در شبستان خود 3000 زن داشت، بجز هزاران دختر بچه که در خدمت نزدیک او بودند و برایش آواز می خواندند و پایکوبی می کردند و ساز می زدند. 3000 گماشته مرد داشت و 8500 اسب و 760 فیل و 12000 قاطر که مخصوص باربری جواهر و اسباب گرانبهایش بود. تخت عاج او که نرده و دست اندازهای آن از طلا و نقره بود و طول و عرضش افسانه بود. طولش 18 ذرا و عرضش 13 و ارتفاعش 15 ذرا نوشتند. باز می نویسند صفحه شطرنج داشت که مهره هایش از یاقوت سرخ فام
و از زمرد بود. 8 گنج او: گنج یادآور، گنج عروس، گنج دیبای خسروی، گنج افراسیاب، گنج سوخته، گنج خزرا، گنج شادآور و گنج یار، که از آنها داستانها گفتند. اینها به جای حق شناسی و مردم دوستی و دادگری نام برده می شد و جزو مفاخر وی به شمار می آمد. در عین حال خرافات مغز و او چنین بود که به غیبگو و جادوگر و ستاره شناس که پیوسته در پیروان کاخش جای داشتند عقیده مند بود و چون اینان گفته بودند که اقامت تیزفون برای او نامبارک است، از سالهای 604 تا زمانی که هراکلیوس بر او تاخت به تیزفون نرفت و جایگاه خود را قلعه دستگرد قرار داد. همین ها و همین عادات و خرافات و صفات نکوهیده بود که رشته ها و تارهای سرنوشت و بخت خسرو و پرویز را بافت و با همه آن تمتراق ها و خودنمایی های سرانجام با سختی و حقارت به دست فرزند شیرویه گشت و تاریخ نویسان اسلامی چنین نوشتند: خسرو پرویز پس از دریافت نامه معروف پیامبر که وی را دعوت به اسلام کرده بود، نامه را پاره کرد و به بازان که از جانب او والی یمن بود فرمان داد که 2 کاروان به حجاز بفرستند و شخصی که خود را پیامبر می‌خواند دستگیر کنند و به نزد وی بیاورند. ماموران بازان که به مدینه رسیدند ماموریت خود را به پیامبر گفتند. پیامبر گفت: فردا بیایید. فردا که به حضور پیامبر آمدند با آنها چنین فرمود: بروید و به بازان بگوید دیشب پروردگار من شیرویه پسر خسرو را بر آن داشت که پدرش را بکشد. آسوده باشد که دیگر پرویز را بر او حکم نیست و پسرش هم حضور مرا از او نخواهد خواست. می نویسند پول نقد خزانه او به 1600 میلیون مثقال طلا بالغ گردید که بیشتر آن به عنوان بقایای مالیاتی بیدادگری از مردم گرفته بود. قسمت دیگر این مبلغ به عنوان غرامت اموال بود که از خزانه سرقت گردید و همه آنها را از مردم ایران تاوان گرفتند. اینها مقدمات شورش و نافرمانی را در جامعه ایران آماده ساخت. پس از مرگ خسرو پرویز به سال 628 که مردم کشور بر اثر شکست های سالهای اخیر به جنگ با او با روم و ضربت های حولناکی که بر این کشور وارد آمده بود شورش کردند. شیرویه که از مریم دختر قیصر زاده شده بود جانشین او شد و پس از 6 ماه پادشاهی درگذشت. اردشیر سوم که کودک خردسال بود به جای وی قرار گرفت، ولی سرداران و بزرگان کشور زیر بار پادشاهی وی نرفتند و پس از 1.5 سال شهرورز سپاه خود را وارد تیزفون ساخت و پادشاه خردسال را کشت و خود جانشین وی گردید. بعد از او چند تن پادشاهی کردند و خلاصه در فاصله 4 سال کشور ایران 10 پادشاه به خود دید. سرانجام
یزدگرد سوم که در استخر فارس گریزان بود، آلت دست و اراده سران استخر شد. او را به پادشاهی خواندند و در آتشکده آنجا که معروف به آتشکده اردشیر شد، تاج بر سرش نهادند و یک بار رستم سپهد به جانب تیسفون آمدند. اما در جامعه ایران روح شورش و فرمان و نافرمانی حکم فرما بود و به دستگاه فرمان روایی اندوره نه ایمان داشتند و نه مهر می‌ورزیدند. اوضاع دولت ساسانی و احوال مردم ایران بر این منوال بود تا سپاه ایران در برابر حملات خالد در هم شکست، از آن پس سپاه مجددی که تشکیل شد و به جنگ مسنا بن الحارث و سعد بن ابی وقاص آمد و شکست های تأثیر آور در قادسیه انجامید که اشخاص آگاه می دانند این شکست ها شکست ملت ایران نبود، بلکه شکست ها و افتضاحات آخرین روزهای سلطنت ساسانی و نوع فرمان روایی آنها بود که خود ایرانیان نیز برای واژگون ساختن آن کوشش ها و یاری های نهان و آشکار کردند.